روز یک شنبه زلزله ای به شدت 5.3 در مقیاس ریشتر سر پل ذهاب رو لرزون. هرچند که خوشبختانه کشته نداد، ولی ده ها نفر در جریان همین زلزله مجروح شدند و هزاران نفر یک بار دیگه در ناامنی بیشتر فرو رفتند. چرا؟ آیا برای هر زلزله ای مردم ایران باید اینقدر قیمت بدن؟ چرا آمار و تلفات زلزله در ایران اینقدر زیاده؟ پاسخ به این سوالات رو در گزارشی که از نظرتون میگذره دنبال میکنیم. زلزله 5.3 ریشتری در سرپل ذهاب باز هم آواره ترس. زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.3 ریشتر ساعت 13:05 روز یکشنبه 12 فروردین شهرستان سرپل ذهاب در استان کرمانشاه را لرزاند. بر اساس گزارش مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمین لرزه در عمق 7 کیلومتری زمین رخ داده است. صاحب مدرسی، رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان کرمانشاه به ایرنا گفت: مصدومان زلزله ظهر امروز در سرپل ذهاب به 53 نفر افزایش یافت. در 21 آبان گذشته، زلزله‌ای به قدرت 7.3 ریشتر بسیاری شهرها و روستاهای استان کرمانشاه را تخریب کرد. بر اساس آمار رسمی رژیم، 596 نفر جان خود را از دست دادند. هزاران نفر زخمی شدند و حدود 70,000 تن بی خانمان شدند. بیشترین تلفات این زلزله مربوط به شهر سرپل ذهاب بود. از آن روز تا به امروز، یکی از مهمترین مشکلات زلزله زدگان این است که به رغم ادعاهای کارگزاران رژیم مبنی بر تأمین کانکس برای زلزله زدگان، اما هنوز بسیاری از آنها زیر چادر زندگی می کنند و از کانکس خبری نیست. آش آنقدر شور است که تلویزیون رژیم هم مجبور به اعتراف شد. تلویزیون رژیم 5 اسفند 96. ما حق به مردم نمیدید بپرسن که آقا این همه مانور دادین راجع به کانکس، کون کانکسا؟ حتما میگید خیلی ها دارن. چرا اینا ندارن؟ اینا مستأجر بودن، نمیدونم اینا چرا نباید بعد از 3 ماه 4 ماه از حادثه زلزله اصلا چادری وجود داشته باشه که پر از آب بشه؟ مگر نگفتید همه صاحب کانکس شدن، همه چی در امن و امان؟ خب آخه چه این فیلم ها پس چرا منتشر میشه؟ کانکس ها کو؟ اینا تو چادرن، اون اصلا آب و سیل و اینها هیچی. بخش دومش، مگه نمیگید که همه چی حل شده، همه چی در امن و امانه و خیلی زیباست؟ خب کو؟ اینا که کانکس ندارن که. چرا؟ رژیم آخوندی در اقدامی ضد مردمی حتی بسیاری از مردم را سوق داده که با دریافت وامی اندک همان خانه های ترک خورده و در حال ریزش را ترمیم کرده و به آنجا بروند. به همین دلیل از دادن کانکس به آنها خودداری می کند. در حالی که زلزله زدگان خواهان ساخت و ساز پایه‌ای و ضد زلزله هستند. این خانه ها الان دیگه از پایه سست شدن، خراب شدن. خانه های باید از زیرسازی برامان درست کنن، نه مثلا بگن یه پولی میدیم یه وامی میدیم، آره مثلا برن 4 تا دوباره تیغه بزنیم. ما اصلا استرس و ناراحتی و اعصابی که به ما وارد شده اصلا جرئت نداریم از نزدیک خانه رد بشیم. واقعیت این است که زلزله هیچ پدیده عجیبی نیست، به شرط اینکه یک رژیم مردمی الزامات زیستی متناسب با وضعیت زلزله خیزی مناطق مسکونی شهروندانش را تأمین کند که این چنین پیوسته زیر آوار ترس نباشند. بر اساس گزارش مرکز مطالعات زلزله نگاری آمریکا، روزانه صدها زلزله 2 و کمتر از 2 ریشتری در سرتاسر جهان رخ می‌دهند. تعداد دفعات وقوع زلزله‌های بزرگ و بالاتر از 7 ریشتر بیش از ماهی یک بار، حدوداً سالی 16 تا 20 بار است و زلزله‌های شدیدتر به بزرگی 8 ریشتر سالی یک بار رخ می‌دهند. در حالی که تمام دنیا به خصوص کشورهایی که در خط زلزله قرار دارند خانه ها را بر اساس استانداردهای زلزله درست می کنند و حتی در همین زلزله اخیر کرمانشاه که در ایران نزدیک به 600 نفر کشته شدند، در عراق که بخشی از همین زلزله در آنجا رخ داد تنها 7 کشته داد. میزان تلفات و خسارات زلزله در ایران در هیچ کجای دنیا مشابهتی ندارد. بهرام عکاشه کارشناس زلزله به تلویزیون رژیم گفت: زلزله امری است طبیعی، کشور ما زلزله خیزی بوده و خواهد بود. ما بایستی با زلزله به عنوان یک زلزله که زیر پایمونه
رفتار بکنیم، خونه هامون رو مقاوم بکنیم و بدونیم با زلزله چی رو زندگی کنیم، قبل از زلزله، به هنگام زلزله، بعد از زلزله، همه اینا روش داره و اینا رو با یاد بگیریم خودمون در مقابل این به اصطلاح بلای طبیعی بایستی مسئول کنیم. اما آیا تا زمانی که رژیم چپاولگر ولایت فقیه در حاکمیت است، امکان برخورداری مردم ایران که 80% روی مناطق زلزله خیز قرار دارند می توانند در خانه های ایمن زندگی کنند؟ گذشته چراغ راه آینده است. خب گزارش رو در مورد وضعیت زلزله زدگان در غرب ایران با هم دیدیم، در همین رابطه و همینطور در رابطه با اعتصابات و تظاهرات و اعتراضاتی که در کردستان ایران شاهدش هستیم گفتگویی داریم با صلاح عبدالله نشاط. صلاح، از اینکه در برنامه قیام ایران حضور پیدا کردی که به سوالات ما جواب بدی بسیار متشکریم. با تشکر از شما و با سلام به بینندگان عزیز سیمای آزادی و همچنین با درود به مردم کردستان و کرمانشاه. میخواستم در مورد وضعیت زندگی مردم کرمانشاه سوال کنم و همینطور وضعیت زلزله زدگان در همون منطقه. شما چه تصویری میتونید از زندگی اینها به ما ارائه بدید؟ توی رابطه با این زلزله جدیدی که تو گزارشم بهش اشاره شده بود، روز 12 فروردین بله، با قدرت 5.3 ریشتر اومد، خب باعث شد که بیش از 50 نفر از مردم این منطقه مجدداً مصدوم و مجروح بشن و خسارت زیادی هم به مردم وارد اومد. رژیم هم تو این رابطه هیچ کمکی نکرد و از اون طرف با توجه به اینکه این منطقه حدود 4 ماه پیش، یعنی دقیقا روز 21 آبان 96 یک زلزله 7.3 ریشتری اومده بود و این منطقه هم آسیب زیادی دید، 100 نفر از مردم این منطقه جونشون از دست دادن و خسارت مال خیلی زیادی هم برای مردم پیش اومده بود، مردم در واقع در یک فضای رعب و وحشت و استرس زیادی به سر میبرن. به همین دلیل هر وقت کوچکترین موضوع یا خبری یا زلزله‌ای تو این رابطه میاد، مردم وحشت زده میشن و هیچ احساس امنیت و اینا ندارن، که البته عامل اصلی تمام این مشکلات هم خود خامنه‌ای در رأس این رژیم و سایر مقامات جنایتکار این رژیمه. شما چرا رژیم رو عامل این حوادث و یا این فجایع میدونید؟ چون همونطور که میدونیم خب زلزله یک فاجعه طبیعی، یک حادثه طبیعیه و رخ میده. خب میدونید که تو همون زلزله قبلی که اشاره کردم که حدود 4 ماه پیش اتفاق افتاد، این مرکز زلزله تقریبا در نقطه صفر مرزی بین ایران و عراق بود. قدرت ریشترش هم که 7.3 ریشتر بود، توی قسمت عراقش تعداد تلفات و کشته ها حدود 7 تا 9 نفر بود اگه اشتباه نکنم، در حالی که همین زلزله در همون موقعیت جغرافیایی با همون قدرت در همون زمان بندی توی قسمت ایران، تو خاک ایران، بین 1000 تا 4000 نفر کشته داشت و خسارات خیلی زیادی در حدود 7 شهر و حدود 1930 روستا بر اساس اعترافات خود رژیم. بر اساس بررسی هایی که شد و برآوردی کردن، بررسی کردن که علت چی بوده، دیدن که برمیگرده به نوع ساخت و ساز. نوع ساخت و ساز داخل ایران، منطقه ایران، به نحوی بود به دلیل اینکه این رژیم ماهیتاً ضد انسانی و غارتگره و برای اینکه بیشتر مردم رو غارت بکنه، نوع ساخت و سازش اینقدر قلابی و تقلبی بود که این زلزله باعث شد یه همچون خساراتی به مردم وارد بشه و به همین دلیل میگیم که عامل اصلی، به طور واقع عامل اصلی بدبختی و مشکلات مردم اونجا رژیم بوده، چرا که از مینیموم استحکام برخوردار نبوده. کما اینکه تو همین زلزله 12 فروردین هم که به پیوست همین وضعیت برای مردم به وجود اومد و مردم جای مناسب و مستحکمی ندارن که بخوان توش زندگی بکنن و کوچکترین زلزله‌ای که میشه، تا الان میدونید که بعد از اون زلزله اصلی حدود 700
پس لرزه هم اومده. بله. شما تصور بکنید این مردم چه احساسی و چه استرسی و چه وضعیت احساس ناامنی دارن. و همین دلیل واقعیت اینه همه اینا رو هم مردم به طور واقعی میدونن و همه را از چشم خود خامنه‌ای و کارگزاران رژیم میدونن. شما در بین حرفاتون گفتین که این زلزله زدگان جایی برای استقرار ندارن. مگر رژیم به اونها کمک نکرد که به اصطلاح خانه هایی رو بسازن یا براشون خانه احداث نکرد؟ ببینید رژیم تا جایی که بخوای وعده و وعید زیاد داده، کما که در تمام زمینهای دیگه هم رژیم در این مورد در مورد وعده وعید و ادعا چیزی کم نداره، ولی به طور واقعی به دلیل همین ماهیت رژیم که گفتم میخواد همش دست به اقدامات غارتگرانه بزنه و از امکانات مردم ایران برای اقدامات دخالت جویانه در کشورهای دیگه منطقه مثل سوریه و لبنان و یمن و جای دیگه استفاده بکنه تا بتونه به عمر ننگین خودش اضافه بکنه، این باعث شده که هیچ کمک جدی به مردم نکنه. حتی همین کانکسایی که خود مردم به صورت خودجوش به مردم زلزله زده داده بودن، الان رژیم میگه که من ما به ازای 3 میلیون تومان یا 5 میلیون تومانی که به صورت وام به مردم میدن باید مردم این کانکسا رو به رژیم برگردون. حالا کانکسی که اصلا رژیم مال رژیم نبوده، مال مردم بوده. و از اون طرف الان میدونید که هر 3 تا 4 خانواده یه دونه کانکس دارن، یعنی وضعیت تازه اگر کانکس داشته باشن تازه خوشبخت هستن، چرا که این کانکس فقط به 10% از جمعیت زلزله زده رسیده و حدود 90% مردم کماکان در چادر به سر میبرن و زندگی میکنن، چادری که با توجه به فصل زمستانی که از سر گذروندن اول که سوز و سرما بود، بعدش هم سیل بود، بعدش هم بارون بود، آب گرفتگی بود، سرمای زیر 0 درجه که باعث شد ده ها نفر از کودکان این مردم بر اثر سرما جونشون رو از دست بدن و وضعیت بسیار وخیمی برای مردم پیش اومده بود. بعد از اونم تازه آتش سوزی همین کانکسا و چادرها بود که نمونه‌هاش دیدیم، فیلم‌هاش دیدیم، تو فضای مجازی هم مفصل پخش شده بود و منعکس شده بود. الان هم که فصل بهاره، وزش باد شدید بهاری شروع شده که همین چند روز اخیر چندین از این کانکسای مردم رو مثلا اینقدر بیپایه و سست و بیبنیاده که خود باد شدید اینا رو برده بود. یعنی وضعیت مردم الان در چنین وضعیت، بنابراین این ادعای رژیم که کاری کرده برای مردم مطلقاً دروغه. تو همین رابطه وضعیت خوب به وضعیت بهداشت و دارو و درمان و اینا اشاره بکنم که وضعیت بسیار وخیم این مردم دارن تو همین رابطه، یعنی اساساً رژیم تو این رابطه هیچ اقدامی نکرده. مثلا این حسن علوی که نماینده خود رژیم توی مجلس یه مصاحبه کرده بود با خبرگزاری حکومتی خانه عدالت، گفته بود از وقایع بعد از زلزله و کمک نکردن به زلزله زده ها خودش یک بلایی بدتر از خود زلزله است. یعنی وضعیت زلزله زده ها بعد از زلزله از خود زلزله هم بدتره به دلیل نوع برخوردی که رژیم داره. از اون طرف هم دیدیم که مردم هیچ اعتمادی به رژیم نداشتن، خودشون رأساً به میزانی که میتونستن به زلزله زده ها کمک کردن، کمک های نقدی، کمک های جنسی و همه کمکایی که در حد مقدورشون بود، و اینم برای رژیم یک هشدار جدی بود و خودشون تو مقامات رژیم بارها تو مصاحبه ها و یا کارگزارانشون اعتراف میکردن به اینکه مردم بیان کمک ها رو مستقیم به نهادهای دولتی هلال احمر و اینا بدن، ولی به دلیل اینکه مردم هیچ اعتمادی به این رژیم ندارن و میدونستن که رژیم اینا رو میدزده خودشون رأساً تو این رابطه کمک میکردن. الان وضعیت زلزله‌زده‌ها در واقع به این شکله. برای شما اطلاع دارید که بعد از زلزله اخیر رژیم چه کمکی به مردم زلزله زده کرده؟ بازم رژیم هیچ کمکی نکرد. وقتی که برای اون زلزله که 7.3 ریشتر بود رژیم این برخورد را کرد که نمونه‌اشو گفتم، دیگه برای زلزله 5.3 ریشتری نه فقط هیچ کمکی نکرد، هیچ اهمیتی هم بهش نداد و کاملا نسبت به این مسئله بی‌توجه بود. مردم منطقه باز وقتی که دیدن رژیم اینقدر نسبت به این قضیه بی‌توجهه، ولی خب مردم احساس مسئولیت کردن و همین مردمی که تو زلزله قبلی کلی کشته داده بودن، کلی خسارت داده بودن، با همین ناداشته‌های خودشون دوباره به کمک همین مردم رفتن و کمک‌های نقدی و غیر نقدی خودشون رو به مردم رسوندن، از جمله مردم شهرهای جوانرود، روانسر، گیلان غرب، اسلام آباد و کرمانشاه. اینا از شهرهایی بودن که علارغم اینکه خودشون متحمل خسارت زیادی توی 4 ماه پیش
تو زلزله قبلی شده بودن، ولی کمکای خودشون رو به مردم رسوندن و مردم هم به شدت نسبت به رژیم باز معترضن. این فضای جامعه الان تو ایران به طور واقعی یک فضای انفجاریه که کاملا مشهود هم هست. الان با توجه به قیام دیما هم که داشتیم دیدید که تو مردم کرمانشاه و مناطق زلزله زده بیشترین اعتراضات تو جریان قیام هم داشتن و یکی از جاهایی که شعارهایی که خواهان سرنگونی رژیم بودن مثل سایر شهر ایران در کرمانشاه هم این شعار مرگ بر خامنه و اینا رو میدادن به طور مفصل، چون میدونستن سرمنشأ و عامل اصلی تمام مشکلات مردم و از جمله این خساراتی که تو رابطه با این زلزله چه تلفات جانی چه مالی به وجود آمده به خود خامنه و سردمدارانش برمیگرده، از شعار دادن و تظاهرات و اعتراض هیچی کم نگذاشتن و واقعا مردم این منطقه درخشیدن در جریان قیام و مطمئنن به این ادامه خواهند داد. بله. خب از زلزله اگر بگذریم، امروز در خبرها داشتیم که در غرب ایران و مشخصا در کردستان ایران بازاریان و اصناف در شهرهای سقز، جوانرود و مریوان علیه بستن مرزها اعتصاب کردند. سوالم اینه که این موضوع چی بوده و خواسته جدید اونها چیه؟ بله، اینجا بازم باید درود بفرستیم به مردم اعتصاب کننده، به دلیل اینکه میدونن که باید در پاسخ به رژیم باید با حرکات اعتراضی خودشون پاسخ این رژیم رو بدن. اینا خواستشون اینه که مرزها را که رژیم مدتی اینا را بسته، این مرزها بازگشایی بشه و به طور خاص اعتصاب مردم توی سقز، تو بازار اردلان بود، تو بازار بزرگ سقز بود، تو پاساژهای عرفانی بود، مولوی، پاساژ کردستان، تقی‌زاده، فولادی، آهنی و مرادویسی که اینا را همه را به حالت تعطیل درآوردن و بازاریان در مقابل پاساژا دست به تجمع زدن. همچنین تو جوانرود هم مردم اینجوری نبود که فقط اعتصاب بکنن و تعطیل بکنن و برن، نه، دست به تجمع هم زدن. توی جوانرود هم در مقابل فرمانداری این شهرستان تجمع کردن و خواستار رسیدگی به مطالبات خودشون شدن. بله. این اعتصاب ها چه ویژگی داشت؟ میتونین یه ویژگی برای این اسم ببرید؟ یکی از مهمترین ویژگی هاشون این بود که اینا در واقع هم یک پارچه بود، این اعتصاب هم گسترده بود و هم به صورت همزمان بود. یعنی یک دفعه روز 14 فروردین تصمیم میگیرن که این شهرها به صورت یک پارچه دست به اعتصاب و اعتراض و تجمع اعتراضی بزنن، کما اینکه قبلا هم موردش بودی که روز شنبه 5 اسفند 96 یعنی همین کمتر از 2 ماه پیش بود که بازاریان و اصناف پیرانشهر و بانه اونا هم در اعتراض به مسدود بودن بازارچه‌های مرزیشون دست به اعتصاب زده بودن. بله، این گفته شده که اینا در اعتراض به بستن بازارهای مرزی بوده. سوالم اینه که رژیم بازار چه مرزی رو بسته؟ یعنی اگر مرزها رو بستن چرا شهرها اعتصاب کردن؟ علتش اینه که اینا به اصطلاح لازم و ملزومن نسبت به هم دیگه. علتش اینه که وقتی که مرز کالایی وارد نشه، جنسی وارد بازار نشه، خب اون بازار از رونق میفته. یعنی همین نون بخور و نمیری هم که تو بازار شهرهای کردستان هست، همین هم از رونق الان افتاده و الان حدود 5-6 ماهه که رژیم دست به این اقدام جنایتکارانه زده و رزق و روزی مردم در واقع نسبت به اونجا قطع کرده و این در حالیه که رژیم هیچ اقدامی هم برای حل مشکل بیکاری مردم و جوانان و پر رونق کردن بازار مردم کردستان نمی کنه، چون کل سرمایه‌ای که رژیم برای کردستان در نظر گرفته کمتر از 1% بودجه عمرانی رژیمی که تازه خود بودجه عمرانی رژیم هم یه چیزی بسیار نتیجیه، چرا که رژیم اساس بودجهشو اختصاص داده به نیروهای نظامی و انتظامی اونا. بنابراین الان در این وضعیت رژیم میدونید که در بحرانها و بنبستهای مختلفی قرار داره. از یک طرف تضادهای درونیشونه، سگ دعواشونه که یک نمونهش سر رابطه بین احمدی نژاد و سگ دعواش با خود خامنه‌ای و قوه قضاییه رژیم. از اون طرف دو جناح اصلی رژیم، جناح خامنه‌ای و جناح روحانی، با هم دیگه گلاویز هستند و درگیرن و تو این شرایط مردم از فرصت استفاده شون رو میکنن و قطعا خواهند کرد و اعتراضات خودشون رو دامن میزنن. من در اینجا فقط یک نمونه از وضعیت وخیم رژیم رو بگم، مثلا همین هاشمی تبا که یکی از
کاندیداهای نمایش انتخابات ریاست جمهوری رژیم بود بله. که از فیلتر شورای نگهبان و مشخصا از خود خامنه ای مثلا از فیلتر اینا رد شده بود، یعنی مورد تایید اینا بله. قرار گرفته بود. حالا این وقتی که همین 14 فروردین مصاحبه کرده با سایت خبر آنلاین، وقتی ازش میپرسن شما قبلا در چه نماز جمعه شرکت میکردید، میگه من در همه نماز جمعه شرکت میکردم قبلا، بدون اینکه مد نظرم باشه که خطیبش کیه. و ازش میپرسن الان چطوره، میگه الان در هیچ نماز جمعه شرکت نمیکنم، به دلیل اینکه اصلا ماهیت نماز جمعه اینا عوض شده. و یک جمله هم داشت که گفته بود خطرات شدیدی آینده کشور رو تهدید میکنه. بنابراین الان با توجه به این وضعیت رژیم، قطعا مردم با استمرار قیام خودشون و با توجه که میبینن وضعیت رژیم خلاصه به موی بنده، مردم با اعتراضات خودشون کار رژیم رو قطعا یکسره خواهند کرد. بله، یک بار دیگه تشکر میکنیم سلام از شرکتتون در برنامه قیام ایران و امیدواریم در آینده هم مهمان برنامه ما باشید.